خانم ها، آقایان، بینندگان گرامی، امروز من و برنامه مهبانگ مهمان برنامه و پروژه تاریخ بزرگ به زبان فارسی هستیم. این پروژه که اصالتاً توسط دیوید کریستیان استاد تاریخ شروع شد، به همت آقای دکتر امیر کلینی به زبان فارسی برای فارسی زبانان ارائه میشه. پروژه تاریخ بزرگ در واقع نگاهی داره به تاریخ بزرگ، به این معنا که تاریخی که از بدو پیدایش این عالم آغاز شده رو تا تشکیل حیات و تشکل جوامع مدنی و تمدن امروزی بشر که بسیار هم پیچیده هست دنبال میکنه. بنابراین در پروژه تاریخ بزرگ ما میخواهیم آنچه که از آغاز این عالم که ما به اون بیگ بنگ یا مهبانگ میگیم رو به صورت فشرده و سیستماتیک پیگیری کنیم تا به امروز. به همین دلیل حتما شما درسنامه هایی که پیشتر از این توسط دکتر کلینی داده شده که به ویژه نگاه داره به آغاز و رویش و دگرگونش حیات بر روی زمین تا رسیدن به یک جامعه پیشرفته دارای فناوری و تکنولوژی پیگیری کردیم. امروز ما تلاش داریم که به همون آغاز برگردیم، به لحظه آفرینش، و از اونجا ماجرا رو با هم دیگه پیگیری کنیم تا جایی که منبع حیات و زندگی در روی زمین شکل گرفته، یعنی خورشید ما. پس بگذارین با هم دیگه داستان تاریخ این چند میلیارد سال رو با هم دیگه مروری بکنیم. خب، همونطور که میدونید و یا حتما شنیدید، بر اساس آخرین داده های جدید عالم ما از یک انفجار انرژی که حدود 13.8 میلیارد سال پیش شکل گرفته آغاز شده. آیا این آغاز عالم بوده؟ آیا عالم پیش از این انفجار بزرگ انرژی هم وجود داشته یا نه؟ اینها پرسش هایی است که ذهن بسیاری از فیزیکدانان رو مشغول خودش کرده و تئوری های بسیاری هم در این زمینه داده شده، اما چون هنوز هیچ قطعیتی در این تئوری ها وجود نداره، ما امروز در مورد اونها نمیخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. میخوایم در مورد اون مدل های بیشتر پذیرفته شده ای که در چارچوب این نظریه کیهانی، یعنی نظریه بیگ بنگ یا آنچه که به فارسی میگیم مهبانگ، با هم دیگه دنبال کنیم. به نظر میاد که بر اساس نظریه های مورد قبول اکثر فیزیکدانان و کیهانشناسان، بعد از این انفجار بزرگ در کسر بسیار بسیار کوچکی از ثانیه عالم وارد یک دوره تورمی میشه. ما اصطلاحا به اون میگیم تورم کیهانی. در اینجاست که عالم رشد بسیار سریعی رو داشته. در این مورد هم همدیگه صحبت خواهیم کرد. بنابراین به نظر میاد که بر اساس آنچه که شواهد به ما نشون میده و حداقل نظریه هایی که در میان اکثر فیزیکدانان پذیرفته شده، در کسر بسیار کوچکی از ثانیه پس از انفجار بزرگ یا مهبانگ، یعنی عدد 10^-33 تا 10^-32 ثانیه پس از این انفجار عظیم انرژی، دوره تورم کیهانی شروع شده و در همان ثانیه های آغازین پس از مهبانگ هست که تازه ما الکترون ها، پروتون ها و
نوترون ها رو میدیم که خود اونها از ذرات کوچکتری به نام کوارک تشکیل شدن. بنابراین عالم در واقع سوپیست از این ذرات بنیادین طبیعت، الکترون ها و کوارک ها و ذراتی که حامی نیروهای بنیادین طبیعت هستند. و دست آخر اینکه 400 هزار سال پس از مهبانگ اولین هسته های اتم سبک طبیعت شکل میگیره که اتم هیدروژن باشه. در واقع عالم دوران طفولیت خودش رو سپری میکنه. اما پیش از این که ما وارد جزئیات این برنامه بشیم، اجازه بدید که یک مروری بکنیم اصلا بر خود دانش کیهانشناسی. کیهانشناسی گرچه به نظر میاد که تاریخ کهنی داره و یک نوع، من اسمش رو میذارم باستان گرایی نجومی، اما اون چیزی که ما امروز به اسم کیهانشناسی میشناسیم در واقع یک بخش مدرنی است از دانش نجوم کهن ما. کیهانشناسی مدرن با کار انقلابی آلبرت اینشتین شروع میشه در دهه دوم قرن بیستم. از قضا سال بعد سالگرد مقاله بسیار مهم اینشتین هست، یعنی 100 سال از زمانی که اینشتین مقاله خودش رو در ارتباط با کاربرد نظریه نسبیت عام در عالم نوشته میگذره. بنابراین کیهانشناسی مدرن عمری 100 ساله داره و در این 100 سال بسیار هم کمک کرده به رشد آگاهی های ما در مورد کیهان. اما اگر بخواهیم کیهانشناسی رو به عنوان بخشی از علم نجوم کهن در نظر بگیریم، از آنجایی که نجوم یکی از کهن‌ترین دانش‌های بشری است، در این صورت ما میتونیم راجع به کیهانشناسی و کیهانشناخت دوران باستان هم با هم صحبت بکنیم. اینکه در دوره باستان مردمان چه نظری در ارتباط با کیهان داشتند. طبیعتاً نظری که ملل مختلف در ارتباط با جهان پیرامونشون داشتن بسیار متفاوت از اون چیزی است که ما امروز میشناسیم. شاید اگر عمر بشر قد بده و هزار سال دیگه فرض کنید نگاه بندازن به تئوری‌های ما، شاید تئوری‌های ما برای بشر هزار سال دیگه هم به همون ترتیبی که برای ما نظریه‌های بشر هزار یا 2000 سال پیش کودکانه به نظر میرسه، برای اونها هم کودکانه به نظر برسه. داستان‌های بسیار متفاوتی در مورد آفرینش عالم وجود داره که از حوصله این برنامه خارجه. اما اگر بخوایم به طور کلی اینها رو تقسیم بندی کنیم، اون چیزی که نظریه غالب میشه و علت چیرگی و غلبه این نظریه هم پشتوانه بسیار قوی فلسفی و فیلسوفی بود که پشت اون بود، یعنی ارسطو است. اون هم نظریه زمین مرکزی است. باز هم مجال این که دلایل انسان شناختی و مسائل طبیعی پیرامون اون رو، مسائل در ارتباط با انتروپولوژی، که این قضیه که چرا انسان به این باور رسید که زمین مرکز عالم هست رو میگذاریم کنار. به هر صورت ارسطو در واقع عامل اصلی برای جا افتادن نظریه زمین مرکزی بود، گرچه هم عصران ارسطو فیلسوفانی هم بودند که این نظریه رو بر نمیتافتند. اما از اونجایی که ارسطو فیلسوف بسیار بزرگی بود و سرآمد زمان خودش بود، نظریه زمین مرکزی به خوبی جا افتاد و برای اینکه مثل هر نظریه علمی جدید که ما امروز میبینیم قابلیت پیش بینی کردن رخدادهای طبیعی رو داشت، تونست به سرعت جا بیفته و اونقدر ریشه های عمیقی در جامعه داشته باشه که حتی
در جهان مسیحیت این نظریه به عنوان یک نظریه قدسی پذیرفته میشه و در میاد و کسانی که سعی میکنن این نظریه زمین مرکزی رو به چالش بگیرن دوچار مشکلات بسیار بزرگی میشن. اما در دوره‌های آخر عصر تاریکی و آغازین عصر روشنگری، یکی از بزرگترین انقلاب‌های دوره رنسانس و عصر روشنگری در واقع انقلاب علمی است. این انقلاب علمی نخستین بار توسط مشاهدات کوپرنیک و شاگردش تیکو براهه انجام میشه و بعد کپلر و بعد هم گالیله و کسان دیگر متوجه این میشن که با دوره اختراع تلسکوپ دنیای جدیدی دیگه باز میشه. دنیای جدید حکایت این داره که مدل زمین مرکزی به قدر کافی پاسخگوی پدیده‌های طبیعی که داره در اطراف ما در منظومه خورشیدی ما اتفاق میفته نیست. به همین دلیل کوپرنیک، کپلر، گالیله و بالاخره نیوتن که مدل ریاضی از نظریه کپلر رو داد، میخ آخر رو بر تابوت نظریه زمین مرکزی عالم زدن. به این ترتیب انسانی که فکر میکرد برای قرنهای متمادی در مرکز عالم قرار داره و جایگاه ویژه‌ای داره و حتی اگر کسی قرار میشد این مرکزیت رو به چالش بگیره توسط کلیسای دوره جاهلیت و تاریکی مسیحیت، اونها رو مورد محاکمه قرار میدادن، شکنجه میکردن، میسوزوندن، پوست میکردن و متاسفانه بلایی که سر هایپشیای مصری، این اولین بانوی ریاضیدان شهر اسکندریه در شهر، او رو برهنه میکنن، تازیانه میزنن و او رو میکشن به علت اینکه او اعتقاد داشت که زمین در مرکز عالم نیست و مدار سیارات به دور خورشید به جای اینکه دایره‌ای شکل باشن بیضوی شکلن. اما هر چقدر هم که شما بر اعتقاداتتون استوار باشین، نهایتاً اون چیزی که پیروز خواهد شد مشاهدات و آزمون‌هایی است که به شما حقیقت رو نشون خواهد داد. خورشید مرکزی حالا نظریه غالب هست و متوجه میشیم که این زمین و سیارات هستند که دارن به دور خورشید میچرخن، هرچند که شاید به ظاهر به نظر برسه که خورشید و دیگر سیارات هستند که به دور زمین میچرخن. از عصر دوره روشنگری تا ابتدای قرن بیستم را باید دوران خورشید مرکزی نام بذاریم. دوره ای که حالا بشر فکر میکنه که خورشید در مرکز عالم قرار داره. اما این تصویر هم به زودی برهم میخوره. این تصویر با کارهایی که جوانان اخترشناس آمریکایی انجام میدن که سرآمد اونها ادوین هابل باشه، متوجه میشن که خورشید بخشی از مجموعه بسیار عظیمی از کهکشان ماست و کهکشانهای بسیار زیاد دیگری در خارج از کهکشان ما وجود داره. اما بزرگترین حرف رو در واقع اینشتین میزنه. او حالا با اصل کیهانشناختی به بیرون میاد و به ما میگه که در اصل کیهانشناختی جایگاه زمین به هیچ وجه جایگاه ممتازی نیست، هیچ جایی مرکز عالم نیست. در واقع حالا ما فقط یک مرکز نداریم، یا مراکز بی نهایتی داریم و یا بهتره بگیم که هیچ مرکزی نداریم. علت این هست که عالم بسیار بسیار بزرگتر از اون چیزی بود که پیش از این میپنداشتیم. پس به این ترتیب ما از دوره زمین مرکزی شروع میکنیم، به دوره خورشید مرکزی میرسیم و حالا به دوره بی مرکزی
یا همه مرکزی میرسیم. این دوتا معادل هم دیگن در واقع، برای اینکه حالا در این عالم بسیار بزرگ هر ناظری، هر ستارهی، هر سیارهی که به دور یک ستارهی میچرخه، هر کهکشانی میتونه مدعی بشه که در مرکز عالم قرار داره. این اصل به اصل کیهانشناختی معروفه و اینشتین بنای کیهانشناسی مدرن رو بر اساس این اصل گذاشت. البته همانند همه اصلهای دیگر علمی، تا زمانی که ما خلاف این رو نبینیم به این اصل پایبند خواهیم بود، ولی طبیعتاً هیچ روشی هم نداریم که این رو به اثبات برسونیم، برای اینکه یک اصله. بسیار خوب، پس ما مروری داشتیم بر آنچه که تا پیش از ابتدای قرن بیستم بشر چه نگاهی به عالم داشت. در واقع عالم بشر به همون ترتیب که رشد فکری کرده، رشد فیزیکی هم داشته. بشری که فکر میکرد فقط منظومه خورشیدی ما رو داره و ستارگانی در آسمان هفتم هستن، بعد متوجه میشه که حالا خورشید ما یکی از هزاران هزار خورشیدی است که وجود داره و زمین ما داره به دور خورشید میچرخه. اما در ابتدای قرن بیستم حتی اون تصویر هم عوض میشه و متوجه میشیم که نه تنها هزاران هزار خورشید، که در واقع هزاران میلیون خورشید در مجموعی قرار داره که ما به اون میگیم کهکشان، و خورشید ما حتی در مرکز کهکشان ما هم قرار نداره، بلکه در گوشه ای از کهکشان ما، شاید بگیم گوشه ای دور افتاده قرار گرفته، که زمین به همراه هفت سیاره دیگر و تعداد بسیار بسیار زیاد دیگر اجرام سماوی به دور خورشید در حال چرخشن، و خورشید ما به دور مرکز کهکشانی میچرخه که این دوره چرخش 250 میلیون سال طول میکشه. همه این وسعت و عظمت از یک انفجار آغازین انرژی بوده. آیا این انفجار آغازین پیدایش عالم بوده و یا اینکه عالم پیش از اون هم وجود داشته؟ ما پاسخ روشنی برای این نداریم، اما اون چیزی که امروز به عنوان تئوری یا نظریه بیگ بنگ یا مهبانگ معروف هست، به علت شواهد بسیار زیاد و محکمی که به دست آوردیم، این هست که انفجاری بزرگ از انرژی 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش رخ داده. اما اینکه آیا عالم از اونجا آغاز شده یا نه هنوز نمیدونیم. این انفجار بزرگ انرژی که ناشی از افت و خیزهای کوانتومی در خلأ عالم بوده، باعث شده که عالم ما با سرعت بسیار زیادی شروع به انبساط و گسترش پیدا بکنه. اما کسر بسیار کوچکی پس از این انفجار بزرگ انرژی که باعث گسترش و در واقع انبساط تار و پود عالم فضا زمان شده، به نظر میاد، باز اون هم نمیتونیم با قطعیت بگیم، اما به نظر میاد که ما وارد یک دوره جدید اما کوتاهی شدیم، دوره‌ای که انبساط عالم، گسترش عالم حالا با یک سرعت نمایی ادامه پیدا میکنه. به علت گسترش عالم با این سرعت سرسام‌آور نمایی که ما به اون میگیم تورم کیهانی، اندازه عالم اگر فرض کنین به اندازه یک پرتغال بوده، پس از دوره تورم حالا عالم میرسه اندازش به یک کهکشان. البته من این رو دارم فقط از نظر نسبت اندازه میگم، هنوز عالم بسیار بسیار کوچکتر از اون چیزی بوده که ما الان داریم راجع به صحبت میکنیم، ولی از نظر نسبت بزرگ شدنش، نسبت اندازه کهکشان ما به پرتغال، در واقع اندازه بزرگ شدن اون در کمتر از چند ثانیه تا حد اکثر یک دقیقه بوده. واقعا
بسیار جالبه که همه این رخدادها، همه این اتفاقات در کمتر از یک دقیقه داره اتفاق میفته و بعد از پایان دوره تورم هست که تازه دو مرتبه عالم که به شدت به علت این انبساط سری سرد شده بوده، حالا دو مرتبه شروع میکنه به گرم شدن و این گرم شدن باعث میشه که ما یک سوپی از این ذرات بنیادین طبیعت داشته باشیم. ذرات بنیادین ذراتی هستند که دیگه قابل تقسیم به ذرات کوچکتر از خودشون نیستن. این ذرات الکترونن که الکترون ها هستن با بار الکتریکی منفی، کوارک ها هستن با بارهای مثبت و منفی غیر صحیح که میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن و پروتون ها با بار الکتریکی مثبت رو به وجود بیارن یا نوترون ها با بار الکتریکی خنسا رو به وجود بیارن و نهایتا به علت اینکه حالا باز به خاطر گسترش عالم داره خنکتر میشه، خنکتر به این معنی که سرعت این ذرات بنیادین که نزدیک به سرعت نور بوده حالا داره کمتر و کمتر میشه و اینا این امکان رو دارن که به علت ربایش الکتریکی همدیگر رو به دام بندازن و تشکیل هسته های اولیه عناصر طبیعی رو بدن که ساده ترین اونها اتم هیدروژن باشه. بنابراین درست شبیه حالتی که شما میخواین گرگن به هوا بازی کنین و فرض کنین دوستانتون رو بگیرید، هر چقدر که سرعت دوستانتون بیشتر باشه احتمال اینکه اینا رو بتونید بگیرید کمتره. همین نظیر این اتفاق برای این ذرات بنیادی نم میفته، هر چقدر که سرعت این ذرات بیشتر باشه امکان اینکه اینها همدیگه رو به دام بندازن و بتونن تشکیل هسته و اتم رو بدن سخت‌تر میشه. اما نهایتاً عالم به علت گسترشش، به علت انبساطش دماش پایین تر میاد و پایین آمدن دما به معنای کمتر شدن سرعت این ذرات و نهایتا تشکیل این اتم های اولی است. آیا همه این چیزهایی که من به شما میگم فقط تئوری و نظریه است یا بر اساس شواهد داریم این حرفا رو میزنیم؟ واقعیت این هست که ما شواهد بسیار زیادی امروز داریم که نظریه مهبانگ یا تورم رو تایید میکنه. باز هم تکرار میکنم این بسیار اهمیت داره چون ممکنه باعث سوء برداشت هایی بشه. نظریه مهبانگ به هیچ وجه نمیگه که عالم از اون نقطه آغاز شده. نظریه مهبانگ فقط عنوان میکنه که انفجار بزرگی نزدیک 14,000 میلیون سال پیش از انرژی رخ داده که نهایتا منجر به وجود آمدن من گوینده و شمای بیننده در اینجا شده. مهمترین دلایلی که ما برای انبساط عالم میبینیم آن چیزیست که ادوین هابل در قرن 20 متوجه شد. اما پرسش اینه، تمام این حرفایی که زده میشه آیا فقط نظریه است؟ اصلا مفهوم نظریه برخلاف اون چیزی که شاید بسیاری فکر کنن به این معنی نیست که شواهد تجربی و عملی نداره، اون فرضی است. اما وقتی که ما یک نظریه صحبت میکنیم یعنی اینکه هم درش فرضیه وجود داره هم درش شواهد تجربی وجود داره. آیا برای نظریه مهبانگ شواهد تجربی هم وجود داره؟ آیا سندهایی داریم که نشون بده نزدیک به 14,000 میلیون سال پیش انفجار بزرگی از انرژی رخ داده؟ اجازه بدین که یک تنفس کوتاهی رو بگیریم و بعد از اون ما این شواهد و مستندات بیگ بنگ یا مهبانگ رو با هم دیگه مرور بکنیم. دوستان خوش آمدید به این بخش از تاریخ بزرگ. داریم در مورد دوره اول تاریخ بزرگ یعنی آستانه اول یا مهبانگ صحبت میکنیم که در واقع مربوط میشه به علم کیهانشناسی. کیهانشناسی
علمی است که در مورد کلیات عالم، پیدایشش، تحولش و حتی آیندهش و سرنوشتش صحبت میکنه. در واقع میشه بگیم که کیهانشناسی جهانبینی ماست نسبت به عالم پیرامونیمون. همونطور که گفتیم نظریه های مختلفی در مورد کیهان وجود داشت، اما به تدریج هرچقدر که دانش و آگاهی های بشر زیاد شد، این نظریه ها پیچیدگی بیشتری پیدا کردن و در این حال قابلیت پیشبینی بیشتری رو هم یافتن. ما از زمین مرکزی شروع کردیم که علارغم پیشبینی های درستی که میتونست در مورد حرکت بسیاری از سیارات انجام بده، اما متوجه شدیم که مدل درستر و حتی به یک نوعی ساده تر مدل خورشید مرکزی است. در ابتدای قرن بیستم اون مدل رو هم رها کردیم، به اصل کیهان شناختی روی آوردیم و متوجه شدیم که در واقع هیچ نقطه ای از عالم، هیچ جایی در عالم جای ممتاز و ویژه ای نیست. همه جا مثل همه. دوره در واقع میتونیم بگیم عصر بیم مرکزی یا همه مرکزی به جای خورشید مرکزی و زمین مرکزی آغاز میشه. متوجه شدیم که در قرن بیستم که در واقع عالم در حال گسترش و انبساطه. اگر عالم در حال گسترش و انبساطه، پس ما اگر فیلم این انبساط رو به عقب برگردونیم، باید در گذشته عالم کوچکتر بوده و کوچکتر و کوچکتر و زمانی بوده که در واقع نقطه آغازین بوده که ما به اون میگیم بیگ بنگ یا مه بانگ. چه شواهدی برای این نظریه وجود داره؟ مهمترین شواهدی که برای نظریه مه بانگ وجود داره، در واقع میشه بگیم که خلاصه میشه در چند تا عامل مهم. یکی از مهمترین عامل ها برای اینکه ما متوجه شدیم عالم در حال انبساط هست، یادمون باشه که اگر عالم ساکن، مانا و ایستا بود، دلیلی برای این نداشت که یک نقطه آغازینی وجود داشته باشه و عالم در حال گسترش باشه. یکی از روش هایی که در واقع ادوین هابل و همکارانش متوجه شدن که عالم در حال انبساط و گسترش هست، این بود که اولا تونستن کهکشان هایی رو خارج از کهکشان خودمون به مدد تکنولوژی جدید و تلسکوپ های جدید پیدا بکنن و بعد متوجه بشن که این کهکشان ها دارن با سرعت بسیار زیادی از کهکشان ما دور میشن. از کجا فهمیدن که این کهکشان ها دارن از هم دیگه فاصله میگیرن؟ از اون چیزی که ما در لاتین بهش میگیم رد شیفت یا انتقال به سرخ. رد شیفت یا انتقال به سرخ یعنی چی؟ شما حتما اگر که در دوره دبیرستان در رشته های علوم تجربی و ریاضیات تحصیل کرده باشید، با مفهوم طیف و طیف نگاری آشنایی دارید. شما میتونید طیف هر عنصری مثل اثر انگشت هر یک شخصی منحصر به فرده، بنابراین شما میتونید با طیف نگاری عناصر رو تقسیم بندی کنید و بشناسینشون. بنابراین حالا اگر که این عنصر ما در یک حاملی قرار داشته باشه که از شما دور بشه و یا به شما نزدیک بشه، خطوطی که در این طیف قرار دارن جا به جا میشن یا اصطلاحاً انتقال پیدا میکنن. اگر که از شما دور بشن، این خطوط به سمت سرخ طیف نوری جا به جا یا منتقل میشن و اگر به ما نزدیک بشن، این خطوط به سمت آبی طیف متمایل میشن و جا به جا میشن. چیزی که هابل و همکارانش متوجه شدن این بود که نور کهکشان هایی که به ما میرسن انتقال به سرخ پیدا کردن. بنابراین یادتون باشه
بنابر اون چیزی که به شما گفتم و فیزیک به ما یاد میده این هست که اگر خطوط طیف به سمت سرخ طیف میل پیدا بکنن، به این معنی است که اون عنصر، اون جسم داره از ما، از شما دور میشه. پس اونها تونستن یک انتقال به سرخی رو مشاهده بکنن در طیف کهکشان ها. انتقال به سرخ به معنای دور شدن بود و هابل توانست رابطه بسیار ساده ای رو پیدا بکنه بین فاصله کهکشان ها و سرعت کهکشان ها که ما به اون میگیم قانون هابل در واقع، یا رابطه هابل یا فرمول هابل، که فرمول بسیار ساده ای هم است. کهکشان هایی که در اطراف ما قرار دارن، به لحاظ نجومی البته اطراف ما هستن، به طور خطی هر چقدر از ما دورتر باشن سرعت گریزشون، سرعت دور شدنشون از ما به همون نسبت بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین کهکشانی که فرض کنید در یک فاصله مشخصی قرار داره، سرعت دور شدنش از ما نصف کهکشانی هست که دو برابر از اون کهکشان اولیه از ما دورتره. اگر کهکشانی به این ترتیب سه برابر دورتر از اون کهکشان اولیه باشه، سرعت فرارش از ما سه برابر بیشتر خواهد بود و به همین طور ادامه خواهد پیدا کرد. خب بنابراین نشون میده که اگر کهکشان ها بخشی از عالم باشن که در تار و پود فضا زمان قرار گرفتن، دور شدن این کهکشان ها از همدیگه شبیه این هست که ما بگیم عالم داره منبسط میشه. برای اینکه درک بهتری از این مسئله داشته باشین، تو ذهن خودتون تصور کنید که ما یک بادکنک داریم و روی این بادکنک کاغذهای بسیار ریزی رو که روش رو سیاه کردیم میچسبونیم به این بادکنک. حالا شما وقتی که بادکنک رو باد میکنید، فاصله این کاغذها از همدیگه بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین در حالی که بادکنک داره منبسط میشه و گسترش پیدا میکنه، کاغذهایی رو که روی این یا تک کاغذهایی رو که روی این بادکنک چسبوندین دارن از همدیگه دورتر میشن. ولی یادمون باشه که خود این کاغذها گسترش پیدا نمیکنن. بنابراین یکی از برداشتهای غلطی که در مورد انبساط عالم میشه این است که آیا کهکشانها هم دارن در انبساط عالم بزرگتر و بزرگتر میشن؟ آیا زمانی خواهد رسید که منظومه شمسی ما بزرگتر بشه؟ آیا زمانی خواهد رسید که زمین هم منبسط بشه؟ نه، به همون دلیلی که در مورد اون مثال به شما زدم. اگر شما اون کاغذهایی رو که تک کاغذهایی رو که به روی بادکنک چسبوندین در نظر بگیرین، اتفاقی برای اون تک کاغذها نمیفته، فقط فاصله شون هست که به علت انبساط بادکنک از همدیگه دورتر میشن. بنابراین یکی از اولین شواهد گسترش عالم مسئله طیف کهکشان ها بود که به سمت سرخ طیف جابجا شدن و منتقل شدن. بنابراین ردشیفت یا انتقال به سرخ یکی از اولین شواهد عالم در حال انبساط بود. دومین شاهد بزرگ مسئله ای است که ما به اون میگیم تابش زمینه کیهانی، اون هم در یک طول موج مشخص. اگر یادتون باشه وقتی که مروری میکردم از انفجار اولیه بزرگ انرژی که ما به اون میگیم بیگ بنگ یا مه بانگ، عالم وارد یک دوره تورمی میشه، بعد شروع میکنه به گرم شدن، سوپی از ذرات بنیادین، و بعد حالا شروع میکنه به سرد شدن، تشکیل هسته های اتم و نهایتاً تشکیل خود اتم. کدوم اتم؟ اتم ساده ترین عنصر طبیعت یعنی هیدروژن. در اون زمان عمر عالم نزدیک به 400 هزار ساله. یادتون باشه که عمر کنونی عالم 14 هزار میلیون ساله یا 14 میلیارد سال.
بنابراین وقتی که عالم فقط 400 هزار سالش بوده، یا به طور دقیق تر اگه بخوام بگم 380 هزار سالش بوده، اولین اتم های طبیعت شروع به تشکیل میکنن. بنابراین وقتی که اولین اتم های طبیعت شروع میکنه به شکل گرفتن، یعنی اتم های هیدروژن، از اون پس هست که فوتون ها یا نوری که بعد از انفجار بزرگ انرژی به وجود آمده بودن، حالا دیگه میتونن آزادانه حرکت کنن. تا پیش از اون این نور درگیر تعامل برهمکنش با یونها و الکترونها بود. درست شبیه این که شما یک شیشه کدر رو استفاده بکنید. علت اینی که ما نمیتونیم پشت اون فضای کدر رو ببینیم به این هست که نور دائما در حال برهمکنش با شیشه هست که کدر هست و نمیتونه شفافیت پشت اون شیشه رو نشون بده. بنابراین مستقل از این که ما چقدر تکنولوژیمون پیشرفت بکنه، هیچگاه قادر نخواهیم بود 400 هزار سال اولیه ی عالم رو در طیف الکترومغناطیسی مورد مشاهده قرار بدیم، برای اینکه فوتون ها درگیرن. تازه بعد از پیدایش اولین اتم هاست که فوتون ها خودشون از این درگیری رها میکنن و میتونن آزادانه حرکت کنن و نهایتا اون فوتون ها فوتون های قدیمی هستن که ما میتونیم ببینیم. این فوتون های قدیمی الان به علت گسترش و انبساط عالم در طول موج میکرو هستن، یعنی 1 میلیونیوم متر. این میکروموج ها یا مایکروویو اکنون داره به ما میرسه، ولی این نور نور باستانیه، نوریست که از زمانی میاد که عالم فقط بین 380 هزار تا 400 هزار سالش بوده و این به ما تصویر بسیار زیبایی رو میده، تصویری که از دوره نوزادی و طفولیت عالم هست و ما به مدد تکنولوژی ها تونستیم تصاویر رو با قدرت تفکیک بهتری به دست بیاریم که میتونه نشون بده تمام این افت و خیزهایی که عالم در سن 400 هزار سالگیش داشته. بسیار جوان بوده در اون زمان. ما اگر عالم در حال انبساط نداشتیم، اساساً چنین تصویری رو نمیتونستیم از دوره پیش از کنونیمون داشته باشیم. همیشه عالم به همین شکل دیده میشد. اون چیزی که باعث شده عالم در زمانی که 400 هزار سالش بوده با عالمی که الان هست متفاوت باشه، فقط و فقط به دلیل گسترش و انبساط عالم هست. یکی دیگر از دلایل قبول نظریه مه بانگ یا بیگ بنگ به دلیل وجود این دود، حالا اگه بخوام اصطلاحش رو استفاده بکنیم، باقی مانده از انفجار بزرگ آغازین در 14 میلیارد سال پیش هست، حدود 14 میلیارد سال پیش هست که ما به اون میگیم تابش زمینه کیهانی یا CMBR، تابش زمینه کیهانی. دلایل دیگه ای هم وجود داره. یکی از بهترین دلایل دیگه ای که هست این است که ما فرض کنید هیچ نوع کهکشان، هیچ نوع ستاره‌ای ندیدیم که عمرش بیش از عمر عالم باشه. اگر اینجور بود، چنان که در اوایلی که نظریه انبساط عالم هابل معروف شده بود، سن عالم که به دست می آمد کوچکتر از سنی بود که ما برای بسیاری از ستاره‌های درون کهکشان خودمون داشتیم. دلیلش این بود که اون موقع ما وسایل خوبی برای اندازه‌گیری این سرعت فرار کهکشان‌های دیگر نداشتیم. بنابراین علت اینه که فرض کنید که ما تعداد مشخصی منابع رادیویی در عالم داریم، فراوانی عناصری که در عالم وجود داره همگی و همگی منطبق بر
نظریه مهبانگ یا نظریه بیگ بنگ هست. پس ما به اندازه کافی شواهد داریم که چنین انفجاری رخ داده. این انفجار اثراتی رو بر تار و پود عالم که همون فضا زمان باشه گذاشته که ما امروزه میتونیم اون اثرات رو به کمک و یاری کاوشگرهای مختلفی که در زمین و یا در خارج از اتمسفر زمین در فضا قرار داده شده پیدا بکنیم و مطمئن بشیم، با قطعیت بیشتری بگیم که چنین انفجاری روی داده. خب ما به پایان دوره اول یا آستانه اول رسیدیم که از آغاز مهبانگ بود تا زمانی که ما به عالم 400 هزار سالگی رسیدیم. امیدوار هستم که در برنامه آینده آستانه دوم را، یعنی پس از تشکیل اولین اتم‌های هیدروژن تا تشکیل ستاره‌ها، کهکشان‌ها با هم دیگه پیگیری کنیم. از توجه و شکیبایی و بردباریتون به این برنامه از برنامه تاریخ بزرگ در مهبانگ سپاسگزارم.